بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خدمت تمام بیننده های عزیز برنامه جواهر. بازم پس از گذشت یک هفته مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم تنتان به سلامت باشد و ایام به کامتان باشد. موضوع بحث امروز برنامه جواهر رازداری و اهمیت اجتماعی آن است و همان گونه که همه می دانیم، هر انسان در زندگی فردی و اجتماعیش خواه مخواه رازهایی دارد، اسراری دارد که باید در حفظ آن کوشا باشد و این اسرار می تواند فردی باشد، مربوط اجتماع باشد و یا هم خانوادگی باشد. در این بحث مهمان عزیز با خود داریم، بانو صدیه سادات، که روی موضوع زیل به بحث می پردازیم. بانو صدیه، خیلی خوش آمدین، روز شما بخیر. پیش ازی که بریم به جنبه های دیگر رازداری، اول روی خود راز میخواییم بحث داشته باشیم که رازداری چی است و چی گونه صفت است و انسان میتونه که با کدام صفات پابند به رازداری باشد. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. در ابتدا سلام خدمت شما، خدمت تمامی بینندگان تلویزیونتان. امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشن و روزهایشان هم تا شاد و پر انرژی، دور از پستی ها و بلندی های روزگار، همش انشالله با تمامی مشکلات آرام باشن. و در رابطه با سوال باید بگویم که خود راز به معنی چیز پوشیده و حفظ یا مو اسراری که در قلب یک انسان است و دوست نداره از او اسرار کس دیگه یا مردم آگاه شوند. و اگر تعریف خلاص در رابطه براز داشته باشیم، خود راز همان حفظ اسرار و یا هم مسائل پنهان و پوشیده یا مسائل خصوصی است که ما دوست نداریم از او مردم یا جامعه اطلاع پیدا کنند. صدیه جان، قسمی که الحمدلله ما همه مسلمان هستیم و پابند به مو اصول و احکام دین اسلام هستیم، بیاین از بحث دین حرف بزنیم که دین مقدس اسلام و احکام اسلامی ما یا شرعی ما کدام اشارات درباره رازداری داشته؟ یقینا در کل خود رازداری یکی از خصلت‌های پسندیده در وجود انسان‌ها هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از الگوهای رازداری میتونیم داشته باشیم در زندگی خود، یکی از نابترین الگوهایی است که در زندگی ما خیلی یک شخصیت رازدار بودن. و انسان‌هایی که معمولا رازدار هستند، یه امانتکار، به سبب ما امانتکاری و رازداری خود میان مردم شهرت دارن، هر کس اعتماد میکنه با او مشکل خدا یا راز خدا در میان بگذاره با او و در رابطه با او و مسائل یا مشکلاتی که هست او را راه حل پیدا کنه. و یقینا انسان هایی که رازدار نیستن اینا نمیتون، بر علاوه که راز خدا وقتی که نگاه نتانی نمیتونی راز کس دیگرام تو درون قلبت جا بدی. و در رابطه با این، اسلام عزیز ما که یگانه و کامل ترین دین هست، هیچ وجه و هیچ حسی از مسائل نیست که در رابطه با او گفتار نداشته باشند. در رابطه با رازداری پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه اگر شخصی بر شما سخن گفت و سپس رویش را بازگشتان، پس سخنش در نزد شما امانت است. و همچنان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم تمامی امتهای خدا و مسلمان ها را به این توصیه میکنه، میگه اگر میخواهید در کار شما به نتایج و اهداف و والاتر دست پیدا کنین، پس امو کارتان در نزد خود نگاه کنین تا زمانی که به مو اصل مطلب برسید. صدیه جان، قسمی که ما در جامعه میبینیم بیشتر عقیده ها یا مو نظریات به است که بیشتر زن ها نمیتونن رازها را نگاه بکنن. حتی خیلی از مقوله های عام وجود داره که اگر میخواین موضوع بیشتر از رادیو بین اجتماع نشر شود، پس او گپ با زن ها در میان بگذارین. به نظر شما صفت رازداری باید بیشتر مردا منحصر باشن یا مزین باشن؟ یعنی این صفت منحصر به زنا است، مردا است، یا هر دو طبقه از جامعه را در بر میگیره؟ یقینا که هر دو طبقه را مورد بحث خود قرار میده، اما بحث ما اینجا در رابطه با خانم هاست. میخوایم یک مقدار صحبتم در رابطه با خانم ها و خواهران محترم و مسلمان ما باشه، ای که بیاین که این خصلت کسب کنیم و در وجود خود پرورش بدیم و از جمله انسان هایی باشیم که بر ما همین خطاب رازدار بودن و امانتکار بودن بر ما خطاب شود. معمولا زنهایی مشکل دارن که البته تمام زنها نی، هدف ما از زنها تمام زنهای مسلمان نیست، انسانهایی که مؤمن هستن، مسلمان هستن، ما مطمئن هستم
همشان رازدار هستند. خب یک مقدار کوچک مشکلاتی که در بین ما هست، یکان بار گپاس پیش ما خطا میره، همین مهم است که یک مقدار کم حرف باشیم. کم حرف بودن سبب میشه که ما در کل بتانیم اسرار خود و اسرار دیگران را حفظ کنیم و هر آن سخنی که یک دوست ما، خواهر ما یا هم همسایی ما بنابر مشکلی که در وجودش پیدا شده و مشکل در قلبش ایجاد شده و یا هم در زندگیش، یعنی به سبب اون ناراحتیه که در وجودش به وجود آمده، مشکل میان ما میگه، همیره کوشش کنیم حفظ داشته باشیم و اگر کمکش میتونیم کمکش کنیم. و وقتی که امون طبق امون حدیث پیامبر سازه میگه کسی که برتان سخن گفت روی خدا بازگشتان، پس سخن وقتی گفت وقتی دوباره از پیش ما رفت کوشش کنیم سخن فراموش کنیم تا نشه خدای نکرده امو اعتماده که نسبت با ما کرده و او امو مسئله را که در میان با ما گذاشته، انشالله که او از پیش ما در نزدیک از دیگه افشان نشه. سعدی جان، قسمی که شما گفتین که بیشتر هر دو گروه را مد نظر داره رازداری یا اهمیت زیاد داره بین هر دو گروه، هم زنها هم مردها، خب ما چگونه صفات را میتونیم مشخص بسازیم که تشخیص بتیم کدام انسان انسان رازداری است؟ آیا صفات خاصی وجود داره یا که با شناخت روابط ما میتونیم کیره درک بکنیم که کدام انسان یا کدام صفاتی است که منحصر به رازداری است؟ یقینا انسان هایی که رازدار هستن صفت های ویژه داره. اولین و مهمترین صفتی که می داشته باشن مؤمن هستن. یقینا که انسان هایی که مؤمن هستن، اینا طبق امو مفهوم حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که هستن، میگن که انسان های مؤمن یکی از خصلت هایشان ای است که رازدار هستن، راز خود راز دیگران پیششان امانت است، او را حفظ میکنن. و صفت دیگه ای که انسان های رازدار دارن عاقل هستن. عاقل بود، هدف ما از عاقل بودن انسان ها چی است که میگه قلب انسان، امو حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که میگه قلب انسان های عاقل صندوق اسرارشان هستند. و صفت دیگری که برای انسان ها در وجودشان میباشه مختار هستند. امو سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که میگه وقت اسرارت حفظ کردی، پس تمام امو مسائل در اختیار توست. یعنی میتونی به هر شیوه که خواستی اون مطالب پیش ببری، اما اگر اسرارت فاش شد و یقینا که مشکلات از جوامی و اجتماع و همه چیز بر تو رخ میده و سبب میشه امو حفظ و رازی که داری یا هدفی که داری به او نتونی درست برسی. و خصلت دیگری انسان ها که هستن زرنگ هستن و همیشه کوشش میکنن کمتر از مسائل و اسرار خود به دیگران بیان داشته باشن. بسیار خوب، قسمی که شما گفتین انسان های عاقل قلبشان صندوقچه اسرار است و به امیدی که همه ما زن ها متوجه این باریکی و این ویژگی باشیم که متوجه زی باشیم که حفظ اسرار در عادت های همه ما شوه و بتانیم حداقل اگر کمک نمیتانیم به اونهایی که راز خدا شریک با ما میسازن حداقل منتشر نسازیم. خیلی تشکر دوستای گرامی، بحث ما روی رازداری و اهمیت اجتماعیش با سدیه جان ادامه داره ولی فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید. بازم سلام مجدد خدمت بیننده هایی که تازه نشستن و برنامه جواهر را تماشا میکنن. بحث امروز برنامه جواهر رازداری و اهمیت اجتماعی آن است و همچنان رازداری فضیلت اخلاقی است که به انسان توفیق میبخشه که کارهای خود به وجه درستتر انجام بده. میریم به سوال بعدی. سدیه جان، رازداری را فهمیدیم و همچنان صفاتی که انسان ها چگونه تشخیص داده میشن از روی ازی که رازدار هستند یا خیر. خب اگر نتانیم بیاین که خلاف متضاد قضیه را ببینیم، اگر نتانیم آدم رازدار خوب باشیم، این عدم رازداری منجر به این میشه که در جامعه، در اجتماع، در خانواده ها یا روابط شخصی و فردی و اجتماعی ما ناهنجاری به وجود بیاید. یقینا یک چیز باید بگویم که خودمی رازدار بودن یا حفظ اسرار یک دوست ما یا یک مسلمان در نزد ما یک حق از اون مسلمان است و این بالای همه ما دین است که ما نمو راز یک خواهر یا برادر مسلمانی که با ما در میان میگذاره او را نگهداری کنیم. در کل یک صفت که سبب میشه انسان رازدار نباشه ای است که
بیشتر حرف بزنن. انسان هایی که در کل پرگوی باشن، پر حرف باشن، اینا قابل اعتماد به این نیستن که ما رازهای ما را با او در میان بگذاریم. و اگر عادت به این بدیم خود که کمتر حرف بزنیم، یعنی خاموشتر باشیم و تا احتیاج نباشه سخن نگوییم، به نظر من یکی از راههایی است که تمرین کنیم و سبب شود ما بتانیم این را کسب کنیم، رازدار باشیم. ما باید هم بگویم که هر اون چیزی که انجام و عمل مفید است، انجام ندادنش یقینا که ضرر خیلی بزرگ به خود ما و تمام جامعه داره. و خود رازدار نبودن بر علاوه ای که یعنی ضررش نقصش به خود ما میرسه، ای به تمام همون دوستهایی که راز خود با ما در میان گذاشته و یا هم تمام جامعه را مد نظر میگیره. رازدار نبودن و حفظ نکردن راز دیگران مثل یک نارنجک است. این نارنجک هایی که در جنگ استفادهش میکنن مثل از او هست، بر کمر امو انسانی که راز فاش میکنه یا او انسانی که راز خود به جانب مقابل گفته. چگونه یک نارنجک است؟ کسی راز خود بر ما میگه، ما رازش در میان میگذاریم. این سبب میشه او را از کمر ما بشکنانیم و این سبب میشه که امو رازش در جامعه، مثلا او شاید یک مشکل در وجود خود داشته باشه و با ما شما میگه، و این سبب طعنه میشه که همگی به او طعنه بدن. مشکل خیلی بزرگ است. دوستی ها از بین میره، عقده ها به وجود میاره، کینه ها به وجود میاره، رابطه ها خیلی سرد میشه، اعتماد از بین میره یقینا، و دیگه نمیتونه که امو اعتمادی که در جامعه داشته باشه او را دوباره کسب کنه. و این انسان ها یعنی بر علاوه که رابطه دوستی را مد نظر بگیریم، در رابطه های خانوادگی، رابطه زن شوهری، تمام مسائل یک رازی است که اما میان خود فرد نگهداری شوه. و باید دیره باید داشته باشیم که وقت قلب خود انسان از اسرار و امی رازهایی که داره به تنگ بیایه، ایره نباید هم اعتماد داشته باشیم که وقت قلب خود ما به تنگ بیایه کسی دیگه راز ما را نگهداری کنه. پس امی مهم است که ما رازداری را کسب کنیم، تمرینش کنیم تا سبب این ناهنجاری ها از بین رفتن روابط و از بین رفتن امی زندگی های دوستا و خواهرای دینی ما نشه. بدون شک اما قسمی که شما در صحبتهایتان گفتین که وقتی رازداری وجود نداشته باشه، عقده ها و کینه ها به وجود میایه و اعتماد ها از بین میره. و در این حالت یک خواهر ما نمیتونه که برالاوهی که نمیتونه راز خود بر ما در جریان بگذاره، ما هم نمیتونیم کمکی بتانیم بر از او. شاید خیلی ها نیاز داشته باشن که مسئله ای را با یک خواهر خود شریک بسازن و مشکل باشه که مشکل حل شود. وقتی رازداری وجود نداشته باشه و اعتمادها از بین بره، بدون شک که ما نمیتونیم دست یک همجنس خود، یک دوست خود یا یک خواهر خود بگیریم. خب میایم سر زندگی شخصی خود شما. سعدیه جان، گاهی شده که به کس رازتان گفته باشین و از او پیامت مثبت یا منفی دیده باشین؟ خودتان یا کدام دوستتان، اگر تجربه باشه که کدام دوستتان به نزد شما آمده باشه و گفته باشه من راز خود به فلان نفر گفتیم و فلان هم پشیمان هستم، یا پیامت مثبت و منفی که در قبال داره؟ یقیناً ما الحمدلله دوستایی که دارم خداوند سپاسگزاری میکنم، همیشه رازی که در میان با ایشان گذاشتیم، بر علاوه که کمک خیلی خوب کردن، چون الحمدلله از لحاظ تقوا از ما که خیلی بلندتر هستن و خیلی یاری هم کردن در این عرصه ها، رازم هم خیلی خوب نگهداری کرده. و مسئله ای که قضاوت کنم در رابطه به خودی که چقدر رازشان تانسیم نگهداری کنم، ایره میگذارم به خودشان و به الله، و از الله خواستاری هستم که واقعا یک شخصیت باشم که رازدار باشم. و عواقب ناگواری که راز کس را نگهداری نکنیم، قسمی که در سوال پیشتر گفتم، سبب از بین رفتن رابطه ها، کینه دوزی ها میشه. و بسیاری از انسان هایی را است که مشاهده کردیم و یا هم شنیدیم که میگه من راز ما به فلان نفر گفتم ولی درست نگهداریش نکرد، ولی عواقبی که داشت از همدیگه جدا شدن، کینه گرفتن. خیلی وقت با یک دیگه مقابل میشن، بر علاوه از اینکه نمید حتی سلام نمیدن، خیلی یک کینه نسبت به یک دیگه دارن، حتی روابط فامیلی و روابط دوستی اینا خیلی خراب میشه. گاهی وقت تجربه داشتین که کسی بر شما گفته باشه که من راز خود با اینی آدم شریک ساختم و هیچ گونه پیامد منفی نداشته باشه، برعکس مثبت باشه، و یعنی از تجربه گفته باشه که هم راز من حفظ است و هم کمک برام شده؟
بله، دوستایی هستن که مثلا بر من میگن، از دوستای اختیار میکنن، از صفت های نیکشان که میگن که خیلی یک دوست خوبتر از، حتی بعض وقت برام میگن که من بیشتر از فامیلم، بیشتر از مادرم و یا هم خواهرم خیلی راحت ترم داشتن میتونم صحبت کنم، چون خیلی خوب راز مرا حفظ میکنن. بسیار خوب، قسمی که گفتیم رازداری و اهمیتش و صفاتش، و همچنان شما اشاره داشتین که مربوط هر دو گروه میشه، زن و مرد در بر میگیره، پیام آخر شما یا گفته های آخر شما فرق نمی کنه به مردها یا به زنها، به اونایی که می خواهین با این صفت مزین باشن یا تمام انسان ها، چی گفتنی هایی دارین در رابطه به رازداری و اهمیتش؟ در اخیر یک پیام خیلی خلاص می خواهیم بگویم، زندگی ما خیلی کوتاه هست که ما او را صرف دشمنی ها کنیم، و دشمنی که به اثر حفظ نکردن راز دیگر ها باشن. بیاین سر از امروز، از خودم شروع تا همه دوستا، کوشش کنیم رازدار بودن، حفظ اسرار خود. اول کوشش کنیم اسرار خود حفظ کنیم. وقتی تانستیم اسرار خود حفظ بتونیم، میتونیم از یک چهار تای دیگر هم اسرارش حفظ کنیم و برشان کمک کنیم. کسب کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم، تا بالاخره یک شخصیت رازدار باشیم و الگوی ما پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه، و یک بار سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مرور کنیم و ببینیم که چه شخصیت والایی داشتن و چگونه رازدار بودن، و شامت و شخصیت صحابه را ان شاء الله که میتونیم با توفیق و یاری پروردگار یک انسان رازدار خوبه باشیم. بدون شک، یا اگر نمیتونیم رازدارهای خوب باشیم، حداقل سکوت بیاموزیم. قسمی که خیلی از دانشمندا میگن که اگر زیاد یاد داری کم بگو، اگر کم یاد داری هیچ نگو. حداقل سکوت را تمرین بکنیم اگر رازدارهای خوب نیستیم. یا همچنان مثل که پیغمبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید که یا سخن خیر بگو یا هیچ نگو. خیلی تشکر سعدیه جان که تشریف آوردین، بازم بسیار زیاد خوش آمدین، سلامت که بر ما وقت گذاشتین. خب بیننده های عزیز، اینم بود برنامه این هفته جواهر روی موضوع رازداری و اهمیت اجتماعی آن. توجه شما را جلب میکنم به دیدن و شنیدن بسته معلوماتی که همکارای ما تهیه کردن. تا هفته آینده که من بازم مهمان خانه های شما عزیزان میشم، همیتونم به الله متعال میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان.